نیانگ ون سر تو به صورت عرضی با یار همتیمی موقع حتی برای شوتزنی بازیکنان ویتنام خطرناک هست. این ضربه بازیکنان ویتنام آقای نگوین هوتان که خودش 55 تا بازی ملی هم انجام داده. ایل امید پوپرزای، فرشاد نور موقع حتی برای شوت زنی بازیکنان تیم ملی فوتبال. پوپرزای نور ببینیم چه کار خواهد کرد. سر توپ فرشاد نور موقع برای گلزنی بازیکنان ما چه کار خواهد شد و توپی که چرا گل نشد؟ چیکار کردی زبیر؟ خیلی موقعیت بود این موقعیت. بازم با هم ببینیم حسن امین توپ را سوخته و پرداخته که نماندن که بزنه ضربه پایانی را زبیر امیری. حرکت به افغانستان. باز هم حسن امین، این ضربه حسن امین و توپی که در اختیار میگیره نگو کای. یعنی حرکت قبلی ضربه شوتنی نباید بدیم به بازیکنان ویتنام و ضربه شوان ترون که از بالای دروازه افغانستان به بیرون رفت. این بازیکن ژان ترونگ و ضربه ای که او به توپ زد، بازیکن 21 ساله ای که 14 بازی ملی خودش را با پرزای به توپ نرسید. بازم توپ در اختیار بازیکنان ویتنام قرار گرفته. خطرناک هست این موقعیت، خیلی هم خطرناک بود. ضربه گرفت. این آفسایدی که اعلام شد از بازیکن ویتنام و این عکس العمل اویس زار بین توان به توپ ضربه خواهد زد. بازیکن 6 ویتنامی ها. بازیکن 18 ترونگ هم هست. کدام بازیکن به توپ ضربه خواهد زد؟ ترونگ. ضربه ترونگ و توپی که آفرین اوویس، چقدر عالی توپ را گرفتی. میبینیم حرکت و موقعیت بازیکنان ویتنام و توپی که اوویس گرفت، ضربه ترونگ برای یار همتیمی مین توان. سمت چپ حمله از بازیکنان ویتنام و توپی که اوویس عزیزی. بازم حرکت را ببینیم و این اوویس عزیزی. بازم برای شریف محمد یک لحظه اشتباه از بازیکنان ما. چه فرصتی داره ویتنام و توپی که به هر حالت گل نشد برای ویتنامی ها. چیکار میکنی اوویس؟ آفرین اوویس عزیزی، هتریک کرد در مهار توپ. و چه بخت و اقبالی داشتیم که این دروازه باز نشد. اینجا میلاد ساله توپ را برگرد زیزی. اشتباه شریف محمد و توپ رسیدن توانی که تازه به میدان آمده بود. پاس او برای یار هم تیمی. این یکی، این دوتا و اینم سه تا. موقعیتی که نصیب ویتنام شده. ترونگ باز هم ضربه خواهد زد. این بار ترونگ نزد و توپی که باز هم اوویس نجات داد و گل. بله برای ویتنام، گل برای ویتنام. نگوین وان توان دروازه ما را باز کرد. خوشحالی آقای اوتان. نتیجه کار یک بر صفر شد. در برگشت توپ کسی نبود مراقب وان توان باشه و او دروازه ما را باز کرد با ضربه سر. هم ببینیم دفعی که اوویس داشت توپ را در اختیار. اگر باز هم برای تیم سرعتی ویتنام بازی را بردن سمت چپ. ببینیم چگونه از این موقعیت استفاده خواهند کرد. این ضربه که زده شد و باز هم اوویسی که مقابل ضربه بازیکنان ویتنام قرار گرفت. نیمه دوم تا اینجا ویتنام تیم برتر میدان دیدن. ضربه بازیکن 17 وان تاندا. این سال امید هست این ضربه که توپ را به بیرون دفت کرد. این ضربه گل، گل، گل. حسن امین یک سوپر 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 گل زد. باز هم با هم ببینیم این توپی که دفع شد تا این ضربه سرکش و پرقدرت حسن امین که دروازه ویتنام را باز کرد. هیچ جایی کار برای توانلین میشناسند. ارسال با میلاد سالم هست و میلاد حالا ارسال کرد. باز هم موقعیت و این موقعیت میتونست گل دوم ما را. دانشگاه طاهر خطرناک بود. چه موقعیتی بود، چه موقعیتی بود این موقعیت و این ضربه سری که دیگه. باز هم از شریف محمد گرفت. این بار پاس برای حسن امین در سمت چپ. موقعیت برای ارسال تو. این ارسال حسن امین. موقعیت برای گل دوم. چرا این گونه به توپ ضربه زد؟
بازیکن ما در صورتی که مدافع را هم از پیش رو برداشته بود، این پاسی که داده شد مصطفی خیلی فضا داشت برای حرکت.